من الن نظری، مدیر شرکت پارکلین کپیتال، با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم. لطفاً با دفتر من با تلفن 408 205 402 تماس بگیرید. متشکرم. بله دوستان عزیز، درود بر شما. من الاتان باقستانی هستم. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه میتونم در یک برنامه تحت عنوان روز هفتم در خدمت شما باشم، به یک برنامه بسیار بسیار زیبا. و امیدوارم که هر جای دنیا هستید و بودید و الان دارید ما رو تماشا میکنید، روز و شب وقت شما خوش بوده، خوش خواهد بود. و اکنون که در برنامه ما شرکت میکنید، دارید ما رو تماشا میکنید، حقیقتا این وقت رو داشته باشید، از اون پیامی که خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح برای تک تک شما در نظر گرفته فیض ببرید، بهره ببرید و محبت او رو بچشید. همونطور که به شما عزیزان وعده دادم، در خدمت دکتر شایسته عزیز هستیم، برادر، دوست و همکار خیلی خوب ما، که خیلی خوشحالیم که بعد از مدت ها میتونیم در خدمت شما باشیم. دکتر عزیز خوش آمدید. حالت چطوره؟ خیلی ممنون، تشکر. خوشحالم که من با شما هستم بازم. بله خدا رو شکر. دوستانی که برنامه ما رو در سالهای اخیر دیدن میدونن که ما با دکتر شایسته عزیز که استاد اسبق دانشگاه سیدنی هستن و رئیس جاسازندگی شهر تالش در گذشته، همینجوری دارم میرم عقب، و جزو کسانی که در ابتدای انقلاب اسلامی بسیار فعالیت داشتن در ایران، میدونن که ایشون با محبتی که خداوند در زندگیشون داشته شهادت بسیار بسیار زیبا دارن و هر جای دنیا که رفتن، امروز نه به عنوان یک شخص متعصب مذهبی در گذشته با مردم هستم اونها رو خدمت میکنم، بلکه به عنوان خادم خداوند ما عیسی مسیح. خیلی خوشحالیم که این افتخار هست که ما 22 سال دوست شماییم، شما دوست مایید. 22 ساله اولین بار در ترکیه هم دیگر دیدیم وقتی که دکتر تحصیلات میکردن و بعد خلاصه ایشون سرنوشت بردشون کشور دیگه، ما رو برد به ایران و بعد هندوستان و اومدیم حالا اینجا. ولی دنیا کوچیکه، واقعا همدیگر رو میبینیم و در خدمت ایشون هستیم. دکتر شایسته، همونطور که دیشب در یک برنامه بودیم در یک مجلسی، دقت کرد که چقدر مردم به شما ارادت دارن و اونایی که برنامه‌های ما رو نگاه کردن خیلی دوست دارن که از شما بشنون. بعضی از اینا میگفتن که چرا دیگه زیاد تو تلویزیون نمیبینیمتون، و خیلی خوشحالم که دوباره این فرصت به وجود اومده. نازنین جانم خیلی سلام رسوندن، گفتن که با دکتر شایسته برید و ما هم از پشت صحنه برای شما دعا میکنیم و با امید خدا در برنامه که امروز خواهیم داشت خواهیم تونست که در واقع اون چیزی که در قلب شما هست و تایید دیده شده رو با عزیزان در میون بذاریم. دکتر شایسته، هم تو کتاب‌های زیادی دارید، چند کتاب انگلیسی دارید، چند تا کتاب شعرم گویا مجموعه‌ای گفتید فارسی و آذری هست، نه؟ دو تا کتاب شعر فارسی دارم، دو تا آذری دارم. بله هنوز دارم روشون کار میکنم. آها yeah. دیروز به من میگفتن اگه چاپخونه فارسی هست من حاضرم اینو بدم سریع چاپ بشه. حتما
سه تا کتاب انگلیسی دارم تا اونا در مورد فلسفه و ادیان و شهادت زندگی بله. منه. دکتر شایسته اگر محبت بکنید یه مقدار یه آگاهی کوتاهی، یه گرور کوتاهی بکنید بر زندگی شما و برای عزیزان که شاید بار اوله، ما همیشه در هر تلویزیون در هر برنامه هستیم افراد جدیدی به این برنامه در واقع میپیوندن، یه کوتاه خودتون رو معرفی کنید، دوستان بدونن که جناب عالی تحصیلاتتون چیه، چی کار میکنید، آیسه خونتون رو ندید البته. من یکی از فعالان انقلاب ایران بودم و متاسفانه بعدن مخالف آیت الله خمینی شدم و متاسفانه برای اون نتیجه‌ای که برای من ایجاد شد اینجا باید بگم متاسفانه منو از زندان بردن، اعدامی شدم و خوشبختانه تونستم قبل از سبز و گروه سبز سال پیش سالها پیش اون موقع که اگه سبز بود دیگه سبز و فوری خاکستر میکردن که تونستم از ایران خارج بشم و به ترکیه رفتم. ترکیه اونجا خب ترکی زبان مادری منه و تونستم ترکیه رو زودتر یاد بگیرم و وارد دانشگاه بشم، تحصیلم رو اونجا ادامه بدم. دکترام، تز دکترام در مورد فرهنگ ها، دین ها و فلسفه ها بود. برای اولین بار صحیح. در عمر خودم باید تمام ادیان و دین ها رو میخوندم، فرهنگ ها رو میخوندم. واقعا برای من یک انقلاب بزرگی بود که در جامعه ما قدغن بود که شما بتونید در مورد ادیان دیگه بخونید، ولی در ترکیه چون به وسیله دولت ارتش اداره میشد و میخواست کشور رو به غرب بردارن، بالاخره کمی آزادی بود، اونجا میتونستیم در مورد ادیان عمقی بتونم مطالعه کنم و فرهنگ ها رو. و این باعث شد که من در مورد ارزش های مسیحیت واقعا تعجب کنم که برای 30 سال ما یاد گرفتیم که مسیحیت چیزی خوبی نداره در عمر خودم و برای انسانیت ارزش نداره، یک دینی هست که منبع فساد شده. اینها واقعا شوک شدم، متعجب شدم و بیشتر شوک منم به خاطر این بود که اسلام و کمونیسم و ادیان دیگه که اینقدر از خودشون صحبت میکردن واقعا از نظر بنیادی فلسفی و دکترینی چیزی ندارن واقعا که این همه بزرگش کردن. و بعد از اون یه اتفاق شخصی برای من افتاد که با یه کسی شرکت مشترکی داشتیم و پولمو از دست دادم اینا، ولی یک عده مسیحی ها با این شخص شریک من در تماس بودن اینا، رفتم از اونا کمک بگیرم که اینو برای من در آلمان پیدا کنن که به آلمان فرار کرده بود. اون باعث شد که من مداوم با اونها در تماس باشم که بتونم خبر بگیرم در مورد شریک خودم. ولی در این گیرودار من پیغاماشون رو شنیدم در مورد فلسفه خدا و رابطه انسان با خدا. برای من شگفت انگیز بود که خدا در مسیحیت خدایی هست که فردیت داره، بله. قادر هست که خودش رو ظاهر کنه به انسانها، بله. هیچ گونه پرده‌ای بین انسانها و خدا وجود نداره. درسته. در حقیقت خدا دم در قلب هر مخلوق خودش وایستاده که میزنه وارد دل او بشه، وارد دلت میشه دیگه، هر بندی از شیطان و خود شیطان از اونجا دور انداخته بله، میشه بله. چون شیطان و خدا در یه جا نمیتونن زندگی کنن. این برای من واقعا از نظر فلسفی خیلی قدرتمند بود و یاد گرفتم که خدا اگر فردیت نداشته باشه، انگلیسی بهش میگم پرسنال، اگر پرسنال نباشه، ایمپرسنال باشه، یعنی غیر فردی باشه، مثل فلسفه اسلام تمام ادیان دیگه،
این نمیتونه خودش رو ظاهر کنه، چون اگه نتونم ظاهر کنه نمیتونه خلق کنه، چون خلقت لازمه مکاشفه هست که خدا خودش رو ظاهر کنه. از این بابت این فلسفه کتاب مقدس در مغز و دلم نشست که یک خدای حقیقی باید ظاهر بشه. خدا ظاهر کرد آدم و حوا رو خلق کرد، ظاهر شد آدم حوا رو خلق کرد، اگه ظاهر که نمیشد نمیتونست اونا رو خلق درسته. کنه. بعد اینا برای من عجیب بود. و بعد یک اتفاق شخصی دیگه هم افتاد که شبی مسیح رو در خواب دیدم، به من گفت که میتونم بهت کمک کنم ولی از خونه پدری خودت بیا بیرون. هفته بعدش رفتم به کلیسا، پیغام رو از دهان کسی که اونجا سخنرانی میکرد شنیدم که از خونه پدری خودتون بیاید بیرون. در مورد روحانیت داره میگه که شما در خونه روحانی خدا هست که میتونید رشد کنید و خدایی بشید، وگرنه در خونه که آدم برای شما درست کرده نمیتونید. بعد از نظر منطقی هم اینه که دوست داری واقعا در خونه‌ای که خدا برای تو درست کرده زندگی کنی یا خونه‌ای که آدم برای تو درست کرده زندگی کنی؟ برای من واقعا جالب بود که این باعث شد که علاقمند بشم انجیل رو بخونم و انجیل گرفتم و انجیل رو خوندم. بعد از 3 ماه دو بار خوندن دلم رو به عیسی مسیح دادم و فهمیدم که خدای کتاب مقدس خدای واقعی و حقیقی است و مسیح مکاشفه خداوند است که بیاد اون وصلت رو برای ما ایجاد کنه با خدا و ما به اصلیت خودمون برگردیم. و دل خودم رو به مسیح دادم و بعد از اون شوق و اشتیاق و عشق و اینها همش رو به رشد گذاشت. وقتی که شما در عشق بنیاد میشید، بنا میشید اونجا و برای شما فرصت هست که بتونید اونجا تمرین کنید و زندگیتون رو در اون عشق شکل بدید و بتونید نور عشق باشید به کسای دیگه. آمین آمین. میدونم که در کتابی که دارید شعر زندگیتون نوشتید، البته به انگلیسی، میدونم که خیلی گسترده تر تمام جوانب رو توضیح دادید. یه عکسایی هم تو کتابتون هست که آدم یاد شهید چمران میندازه وقتی که میبینه شما رو و خانومتون همینطور. و میدونم که واقعا یک معجزه است که فردی مثل شما که از این سابقه فرهنگ مذهبی که داره میاد میتونه اینطوری شهادت بده که خداوند در زندگی من از طریق مسیح اینگونه عمل کرده. و ما که شما رو از نزدیک میشناسیم و خانواده محترمتون رو میبینیم که واقعا گذشته شما رو من ندیدم، ولی عکساتون یه خود خطرناک اون ریشا و اینا، ولی امروز که من نگاه میکنم به در واقع زندگی شما میبینم که جز نور محبت، مهر محبت مسیح چیز دیگه رو مشاهده نمی کنم. و تمام کردیت و جلال البته به خداوند میدم من اینجا، چون خود بنده هم به نوعی وقتی نگاه میکنم به زندگی گذشته خودم میبینم که بدون مسیح هیچ بودم و هستم و خواهم بود. من دوستان یادم نره که همونطور که میدونید ما هر ماه ماهنامه تبدیل رو به چاپ میرسونیم و تقریبا نزدیک 7 سال داره میشه دیگه، 7 عدد خوبیه، و از این ماه 16 صفحه داریم چاپ میکنیم برای اولین بار ماهنامه تبدیل. بسیار مورد توجه شما دوستان قرار گرفته. این جلد رو این ماه دکتر شایسته ما اختصاص دادیم یا تقدیم کردیم به عزیزان مسیحی که به طور خاص در زندان ها اسیر هستن در ایران عزیز. یه روز امیدوارم این زنجیرها پاره بشه. آمین. ولی چرا اینو گفتم به عزیزان بگم؟ چون که ما هر ماه یک مقاله، اینم عکس شماست که من گفتم یک ریشای آنچنانی بود و بعد حتی خیلی ریشام قشنگه، مردم بهشون میاد، ولی دکتر شایسته هر ما یک آرتیکل، یک مطلب به زبان انگلیسی رو به ما دادن و ما استفاده میکنیم. امیدوارم به زودی هم فارسی هم بنویسید، آذری بنویسید، خلاص هر جور صلاح میدونید. پس اگر این ماهنامه رو بخواید داشته باشید در جنوب کالیفرنیا، شما اگر عضو بشید برای شما یه کپی یا هر چند که بخواید بهتون میاد، ولی غیر از این از طریق ایمیل به صورت رنگی، کاملا رنگی در اختیار شما قرار میگیره، خیلی هم زیبا هست.
و اگر نه از طریق فیسبوک ما، از طریقهای مختلف شما میتونید برید و این ماهنامه رو که بیشتر از 65 شماره تا حالا چاپ شده، ما یه دونه بیشتر نمیتونیم بزنیم فعلا، رو استفاده بکنیم. ولی واقعا خوشحالیم از همکاری شما که در این قسمت هم میتونیم از مطالب شما بهره ببریم. مطالب خیلی خیلی مختلفی رو من میبینم دارید و در واقع اینجا هم راجع به آزادی صحبت میشه که به نظر من خیلی زیباست. ولی دکتر شایسته، فرمودید که شما در ترکیه تشریف داشتید و بعد میدونم به استرالیا رفتید، اونجا تدریس میکردید و الان هم در کشورهای مختلف دنیا میرید. من تا الان نپرسیدم چند تا کشور رفتید، ولی فکر کنم صدها شده. فکر کنم یکی از جاهایی که خیلی میرید آفریقای جنوبیه. ولی در صورت یه روزی هم درها باز بشه به ایران تشریف ببرید بدون اینکه کسی بخواد با شما سوء زنی داشته باشه. ولی شما که به کشور مختلف تشریف میارید، ملت‌های مختلف و که دارای فرهنگ‌های مختلف هستن، که می‌دونم یکی از چیزهای مهم شما اینه که تدریس شما و تز شما در این راستا بوده، می‌بینید چطوری در واقع این چیزها راه رو باز می‌کنه تا بتونید که با ملیت‌های گوناگون پیغام مسیح و مسیح رو موعظه کنید؟ یه چیز شگفت‌انگیزی واقعا در زمانی که من تاریخ مسیحیت رو مطالعه می کردم دیدم و بعد اونها رو با چشم خودم تجربه کردم به کشورهای دیگه که می رفتم و هنوز می رم، واقعا این عشق منو بیشتر به مسیح می کنه، محکمتر می کنه وقتی که این حقیقت‌های فرهنگ‌ها رو که بیانگر وجود عیسی مسیح است منو واقعا بیشتر بنا می‌کنن در اون چیزی که دارم و خوشحالم می‌کنن که من پیرو عیسی مسیح هستم. البته از نظر کلام عیسی مسیح شما خوشحال خواهید بود که پیرو عیسی مسیح باشید، چون در تمامیت انجیل مسیح یک بار نگفته که برید کسی دیگر رو بکشید. بله. نه اینکه اونو نگفته، بلکه گفته دشمنان خود را دوست بدارید. دقیقاً. و برای اونها برکت بطلبید، دعا کنید، زیرا که نفرت و تنفر نمیتونه انسانها رو به همدیگه نزدیک کنه. دقیقاً. یعنی انجیل خودش شخصاً یه معجزه عجیبی هست که به دل انسان میشینه، ولی وقتی که شما شهادت‌های بیشتر خداوند رو میبینید که در میان ملت‌های مختلف، فرهنگ‌های مختلف در مورد مسیح، تمام وجود شما واقعاً به این قانع میشه که مسیح واقعاً یک وجود زنده است. از هر نظر داستان‌ها و تجربه‌های عجیبی در کشورهای مختلف است. من یکی از اونها رو به شما بگم که بله. مثلا در آسیای دور، در کمبوجیه، که مردم باور داشتن از زمانهای قدیم، این باور مونده براشون که پدرانشون یک کتابی رو از آسمون گرفتند، ولی این کتاب بعدها گم شد. این کتاب حتی جلد سیاهی داشت و یک روزی یک مرد سفیدی که سفیدتر از قوم اونها، از رنگ اونهاست، براشون میاره. قرنها بعد یا هزارها بعد خداوند یک روزی با یک مسیحی نروژی صحبت میکنه، اونو دعوت میکنه که اونو بفرسته به کمبوجیه. دقیقا. این شخص زبان کمبوجی رو در کشور خودش تا اندازه یاد میگیره، بعد میگه که باید برم در ببخشید در میان مردم زندگی کنم تا زبان رو قشنگ یاد بگیرم. واو. همین اولین روز که میره اونجا، بعد میره به بازارشون با مردم صحبت کنه، این کتابش رو هم با خودش بر میداره، کتاب مقدس رو، کتاب بایبل رو، و این کتاب رو زیر بغلش گذاشته بوده اینجا. این هم در اون داستان دینی اونها نوشته شده بود. بله. که این فرد سفید اونو زیر بغلش خواهد داشت. واو، چه جالب. تا وقتی که اینو میبینن، خیلی ها که اینو میبینن همین در خیابون میان فوری میشینن اونجا نزدیکش جلوش. این تعجب میکنه، میگه که
چرا نشستین اینجا؟ این بهش میگه که اگه شما از خدا پیغامی دارید به ما بگید. داستانش طولانیه. در عرض چند سال 10,000 نفر کمبوجی به مسیح ایمان میارن. واو. به خاطر ورود ایشون و اون باوری که اونها داشتن. باوری که اینا داشتن. شما ببینید این باور رو شما هزارها سال داشته باشید از نسلی به نسلی دیگه انتقال پیدا کنه و بعد اتفاق بیفته براتون، واقعا چیز عجیبی هست. که اینه که در هر فرهنگی ما اینو میبینیم، واقعا میریم اونجا و یه چیزی که در تمام فرهنگ ها بهش نیاز هست، در تمام ملیت ها نیاز هست، مهر و محبت هست. بله. که شما مردم وقتی که مهر و محبت مسیح رو میبینند و به تاریخ خودشون نگاه میکنند، به هموطنهای خودشون که به اونها شکنجه دادن، اونها رو اسیر کردند، اونها رو زندانی کردند، اینها رو میبینند، مردم آغوششون رو باز میکنند به عیسی مسیح. درسته، درسته. و ما میدونیم مخصوصا ما در عصر زندگی میکنیم، در جامعه ما، در جامعه غیر فارسی زبان که خب شما طبیعتا بیشتر میبینید، حالا ما در آمریکا یا کشوری که گرگوداری بنده میرم میبینیم، واقعا تشنه محبته. مسیح نبوت کرد، گفت که در زمان آخر محبت بسیاری سرد میشه. اینو ما دیگه تو مطبوعات میبینیم، تو فیلم سینمایی ها میبینیم، تو جامعه میبینیم، تو اخبار میبینیم، همه جا هستش. و متاسفانه در بین این ملت ما هم همچین بی نصیب نبوده، این اتفاق افتاده. در اینا که خیلی هستن و بودن پر از محبت و شفقت، من دیدم که شما به هنگام میل غذا میگفتید که من فرهنگ ایرانی و ملت ایرانی رو بیشتر از هر ملت دیگه میبینم عاطفی هست، پر از محبت هست، زبانی که داره زبان شعری هست و این خودش یک افتخاره به عنوان یک ایرانی که ما بخوایم بهش ببالیم. و طبیعتاً ولی وقتی راجع به محبت مسیح صحبت میکنه، عشقی که خدا، مسیح میگه خدا عشق است، خدا محبت است، به فارسی ما ترجمه کردیم محبت است، ولی اصلش میگه خدا عشق است. و وقتی راجع به عشق صحبت میکنیم، اینو حتی در کتابی که داخل ایران هم چاپ میشه، راجع به من دارم یکی دو تا نسخه هنوز با خودم آوردم از ایران، یکی از اینا کتاب ادیان زنده جهان هست، نویسنده برای هر مذهب یک تایتلی گذاشته، راجع به اسلام، راجع به زرتشتی، هر کدوم، ولی راجع به مسیحیت اون تایتلی که کنارش گذاشته اینه که دین محبت و عشق هستش. و ما به این میبالیم. آیا مسیحیان اشتباهات کردن؟ بله، بندم میکنم امروز و خیلی دیگه انجام میدم، ولی وقتی راجع به پیغام مسیح و اون تجلی خدا در مسیح صحبت میکنیم، جز عشق و محبت چیزی نیست. او که روی صلیب حتی دشمنان خودشو میبخشه و به شاگردانش یاد میده که شمشیر بر ندارید، نجنگید. دست که متاسفانه در خیلی از تفکرات که در دنیا وجود داشته و داره خلاف این رو میبینیم. نه فقط بنیانگذار اون مسلک میگه این کار رو بکنید، بلکه به پیروانش میگه این کار رو بکنید. که ما میبینیم امروز در کشوری مثل انگلستان که یه زمانی مثلا شاید مسیحیت یکی از چیزهایی بود که بهش میباریدن، مادر آزادی بود یا آقای پامیش اونجا سری آقای دیگر میبرد متاسفانه با این اتفاقا. ولی صحبت سر جات، چه چیزی، سوال بعدی که من دارم، چه چیزی هستش که در فرهنگ فارسی زبان ها، چون برنامه ما فارسی زبانه و ایرانی ها، افغانی ها، تاجیک های عزیز هستش، که میتونه به این گروه از مردمان به عبارتی کمک بکنه تا اینکه در دل خودشونی به عبارتی برای عیسی مسیح باز کنن؟ چون ما میدونیم یه چیزی که من میخوام اینجا اضافه کنم به این سوال، ما میدونیم که ایرانی ها خیلی نظر لطف دارن به عیسی مسیح، اونو بزرگتره پیغمبر خودشون میدونن، در اون 5 پیامبری که وجود داره، ابراهیم، موسی و غیره، و به هر کی هم بگید شما میگه ما عیسی رو دوست داریم. هم امروز هم یک شخص تلفن کرد، دوست افغانی، به من میگفتش که شما مسیحا بهترید و به مذهب خودش خود توهینم کرد، ما اینجوری هستیم، ما اینطوری هستیم، ولی شماها محبت دارید، اگه من تا به اینجا رسیدم با زن بچم به خاطر محبت مسیحا بوده و غیر ازالی. برای من جالب بود نگرش ایشون و اتفاق که افتاده بود و گفت من مسلمانم، البته نمیگفت من مسیحی هستم، ولی ما میدونیم که فقط دوست داشتن عیسی مسیح و در اشعار راجبش فقط سه چیزا رو گفتن و میدونیم مثلا ترانه سراره خواننده‌های امروز هم شما نگاه میکنید راجب مسیح میگن ای صلیب تو پر از محبت، ای عشق من. ولی واقعا چرا و چگونه میشه که یک فارسی زبان دلش رو برای عیسی مسیح باز کنه؟ فرهنگ فارسی زبان ها مثل ایران، افغانستان، تاجیکستان، فرهنگی هست که در نرمی عیسی مسیح میتونه جا بگیره.
واقعا خشونت هیچ مذهب و دینی هماهنگی با فرهنگ فارسی زبان ها نداره. فارسی اصلا کلمه ای هست که من اینو در خیلی از جاها شنیدم. زمانی که استاد دانشگاه بودم بعضی از دوستانم که شنیدن که فارسی من صحبت میکنم به من گفتن که چقدر نرم این زبان، چه زبانی داری صحبت میکنه، سافت، یعنی بله جنتل هست. شما وقتی از کلمه نرم انگلیسی صحبت میکنید یعنی درش عشق هست. بله متوجه هستی. و تاریخ این ملت ها رو شما نگاه میکنید واقعا تاریخ آزادی زن، تاریخ آزادی مرد، علاقه به نکشتن هم نوع. مثلا من پدرم تالشه، در تالش بزرگ شدم. این مردم از خون وحشت دارن اونجا. حتی خداوند اونجا اینم داستانی هست که واقعا داستان خداوند در اون شهر تالش، که اگه یک گاوی یک ذره خون، من در کتاب در شهادت زندگی می نوشتم، یک ذره خون، شما اگه مرغی رو سر بزنید یه ذره خون بر روی زمین بیفته، اگر یک گاوی اونو بو کنه اون گاو یک داد عجیبی میزنه، صدها و هزاران گاو ها رو اونجا دعوت میکنن، مردم وحشت میکنن، از خونشون نمیتونن بیرون بیان. این گاو ها ماتم میگیرن برای اون ذره خون. یعنی این میخوام بگم که واقعا بسیاری از ایرانی ها، بسیاری از افغان ها و بسیاری از تاجیک ها تاریخ گذشته خودشون رو فراموش کردن که چقدر فرهنگ نرم و مردم خواه داشتن واقعا. درسته. یکی از عوامل دیگری که این ملت ها داشتن و که در زندگیشون جدای ناپذیر است مسئله شعر و ادب و موسیقی هست. موسیقی چیز جدای ناپذیر زندگی این هاست. شما میدونید حتی این گیتار که در تمام دنیا داره استفاده میشه اولین بار در ایران خلق شد. واو. کلمه گی زبان اصلا در زبان تالشی یعنی یوغ، یوغ انگلیسی. بله. الان من فکر میکنم که چه کسی، چه ملتی براش کلمه یوغ مهم است. تنها برای مسیحی ها خیلی اهمیت داره. مسیح میگه که یوغ من سبک است، اونو به گردن خودت بگیرید. چون که گیتار شکل یوغ داره، میبینید یه یوغ پایین داره یک بالا داره. و تار یک کلمه فارسی هست، مثل ستار، سیتار، خودتار، گیتار. تار یعنی تاری که بر یوغ نهاده شده است. یعنی میخوام بگم که این ملت با موسیقی بزرگ شدن. صحیح. داستان یک دختر و یک پسر عاشق همدیگه بشن، برای همدیگه بمونن و به همدیگه وفادار بمونن و برای همدیگه شعر بگن، برای همدیگه بخونن. شما امروز نگاه کنید در خاورمیانه، در به آذری ها خانمش دختراش ساز میذارن رو سینه هاشون میخونن. اینه که اون منطقه واقعا این شعر و عشق به شعر و عشق به موسیقی اینها فقط با فرهنگ مسیح میتونه هماهنگی داشته باشه. واو. شما میبینید که مثلا بعد از همین انقلاب در ایران خمینی هزاران سازها رو شکوند، بعضی از اونها هزاران سال قدمت داشتن، میلیون ها دلار ارزش داشتن، اونها رو شکوندن. اینه که از هر نظر شما نگاه میکنید، متاسفانه خیلی از ما ایرانی ها فراموش کردیم، خیلی از ما افغان ها و تاجیک ها، که فرهنگ قدیمی ما فرهنگ جنتل، جوانمرد، نرم، صلح طلب، با صفا، مردم دار هستند. و ما تعجب نباید بکنیم که شاعران بزرگی مثل مولانا و سعدی اون چنان که در مورد فرهنگ مسیحیت و خود مسیح و زبان مسیح صحبت می کنند در هیچ جای دنیای غیر مسیحیت بله. اینا دیده نشده است. بله. و شما میبینید که اینها این حرف رو زدن به خاطر این است که فرهنگ مسیح روی اونها
اثر بزرگی گذاشته و به خاطر اینکه این انسان ها یک قدم از ملت خودشون جلوتر بودن، بله، چشم گوششون باز بود، به دنبال چیزهای خوبی میگشتن برای ملتشون پیدا کنن. شما، بله، من یکی دوتا شعر از اینها بخونم. دکتر شایسته، ما میخوایم به شما یه هدیه بدیم وسط صحبتتون، اگه اجازه بدید یک سرود زیبای به زبان فارسی و آذری برای شما پخش کنیم به مناسبت شما. هفته گذشته هم البته اینو پخش کردیم به مناسبت روز پدر، ولی آقای جهان که من روزیشون از روبرو ندیدم و دوست خیلی خیلی خوبم داروش جان، این سرود بسیار زیبا رو به زبان آذری فارسی میخوام به شما هدیه کنه و بینندگان عزیز که نگاه میکنن. برمیگردیم. برای من جالبه که شما یکم از این اشعار مولانا و حافظ و سعدی در اون چیزی که با انجیل بسیار عجین هستش رو با ما در میذارید. موافق هستید؟ حتما. از کارگردان عزیزم خواهش میکنیم بریم با هم دیگه ایسان با ما باشید، سرود رو ببینیم، برمیگردیم در خدمت دکتر شایسته خواهیم بود. جای نرید. در این جهان شادم کنی، آمدید برداشتی از من هر گناه، آمدید چون روز شد شام سیاه. آمدید تو در گشایی بهر من، بازگردانی مرا به شهر من، آمدی آشی دهی خلق و خدا، آمدی تا راه نمایی ز چا. آمدی تا از غم آزادم کنی، آمدی در این جهان شادم کنی، آمدی برداشتی از من هر گناه، آمدی چون روز شد شام سیاه. آمدی تا درگشایی بهر من، بازگردانی مرا به شهر من، آمدی آشتی دهی خلق خدا، آمدی تا راه نمایی ز چا. جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دل عشقت ز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها. آمدی خوش آمدی ای مهربان، جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دل عشقت ز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها، نزد عیسی می شود هر کس رها. آمدی آمدی خوش آمدی ای مهربان، جشن میلاد تو برپا در جهان، دارم به دل عشقت ز شادی مهربان، نزد عیسی می شود هر کس رها، نزد عیسی می شود هر کس رها. به به به، یا شاسن واقعا خیلی زیبا. و واقعا من دعا میکنم که شنیدم یه آقای جوونی این اواخر در ایران به زبان گیلکی ترانه پاپ خونده. البته قدیم هم یه بعضی میخوندن، ولی سبک امروزی من یه جوری، من گیلکی زیاد نمیفهمم متاسفانه، طبیعتا شما بهتر بلدید و بالاخره زبانتون بوده در اون منطقه تالش و خیلی زیبا. و من دعا میکنم در دنیای فارسی زبان مسیحی ما به زبان بلوچی، به زبان کردی، ترکی، آذری ما به زودی شاهد چنین سرودهای زیبایی باشیم. قبل از که ما بریم به بریک و برگردیم و این موزیک زیبا رو ببینیم، دکتر شایسته داشتن توضیح بدن که چطور در فرهنگ فارسی زبانان نیاز هست یا اینکه اون روابط نزدیک و عجینگونه وجود داشته دا با فرهنگ کتاب مقدسی مسیحیان و مخصوصا تعالیم مقدس عیسی مسیح. و ما قول دادید که میخواید چند تا از این اشعار رو با بیننده هامون شیر بکنید. سعی کنید.
خب واقعا مولانا و حافظ شعرهای عجیبی در مورد عیسی مسیح دارن و شعر حتی فلسفه اون چیزی رو که ما امروز از اونها به ما یاد میدن یا درس میدن در ایران و در کشورهای دیگه برخلاف اون رو در شعرهاشون میبینیم که حتی فلسفه خودشون رد میکنن و فلسفه عیسی مسیح رو. مثلا حافظ میگه که تو که از سرای طبیعت نمیروی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد؟ طریقت راه عیسی مسیحه، مسیح این راه هست به آسمان. میگه که من راه راستی و حیات هستم. حافظ میگه که تویی که نجات پیدا نکردی، تویی که با خداوند وصلت نداری. میدونید که وصلت فقط در کتاب مقدس در مسیحیت به جا میاد به وسیله عیسی مسیح ایجاد میشه. در هیچ دینی دیگه وصلت نیست، در اسلام وصلت نیست، در دینهای دیگه وصلت نیست. همه منتظرن برای دنیای بعد و میگن که الله و اعلم، ممکنه اتفاق بیفته اونجا. درست. اتفاق بیفته یا نیفته، ولی حافظ میاد اینجا میگه که تو خودت افتادی، خودت در بند هستی، از جات نمیتونی بلند بشی، چطور میتونی در راه طریقت راه بری؟ هی هر روزم دعا میکنی که منو در راه مستقیم بذاره، اهدنا الصراط المستقیم. یا میگه که من خاکی که از این در نتوانم برخاست، از کجا بوسه زنم بر سر اون قصر بلند؟ قصر بلند من چطور میتونم بوسه بزنم؟ ولی همه ما میدونیم که یه نفر هست اونجا بله. اون قصر بلند رو بوسه میکنم، فقط عیسی مسیحه. شکر. بله. اینه که در عیسی مسیح ما میتونیم این قصر بلند رو بوسه بزنیم، از خاک بلند بشیم. حافظ داره توجه هموطنهای خودش رو به این دعوت میکنه، میگه که یار با ماست، چه حاجت که زیادت طلبیم، دولت صحبت اون مونس جان ما را بس. یار با ماست، میگه که تو هر روز داری دعا میکنی که منو در راه راست بذار، من میخوام به تو برسم، ولی یار با ماست. از زبان مسیحیت داره صحبت میکنه. ما میگیم این رو، ما پیروان مسیح میگیم که خدا با ماست، خدا در ماست. بله. ما در خداوند هستیم، به خدا رسیدیم، ما فرزندان خدا هستیم، ما عضو خانواده خداوند هستیم. درسته. وصلتی ایجاد شده بین ما و خدا. اگر شیطان توانست ما رو به وسیله گناه خودش از خداوند جدا کنه، درسته. خداوند قادرتر از شیطان است که ما رو به عنوان فرزندان خودش برگردونه به خونه. و این شگفتی شخصی به نام حافظ رو برمی انگیزانه و اینچنین شعر می نویسه، میگه که طبیعت طبیب راه نشین درد عشق نشناسد، برو به دست کنه این مرد دل مسیح دمی. متوجه هستی؟ دم مسیح رو بگیر و زنده باش. اینا چیزای عجیبی است که این شاعرها میگن. اینا رو من خب شعر و ادب رو دوست داشتم همیشه. بله. اون موقع که این شعرها رو میخوندم نمیفهمیدم، ولی وقتی بعد از اینکه کتاب مقدس رو خوندم، انجیل رو خوندم، اینها واقعا برای من عجیب بود. فیض روح القدس در باز مدد فرماید، دیگرانم بکنند اون که مسیحا میکرد. اگر روح خداوند به تو بیاد، تو همون کار رو میکنی، مرده رو زنده میکنی، تو همون بله. مسیح. دعا میکنی، کور شفا پیدا میکنه. اینا داره میگه این انجیله. در کتاب های شما حافظ این رو میگید، یک کمی از مولانا بگه. مولانا چیز عجیبی است. مولانا نه این که فقط یک شاعر ارتباطی هست، مولانا فلسفه را هم زیبا میکنه. از فلسفه کتاب مقدس کمک میگیره تا فلسفه رو به عنوان یک فلسفه زنده به مردم نشان بده، چون هیچ دینی نمیتونه فلسفه رو به عنوان فلسفه بشارتی بیان کنه، ولی مولانا اون رو به عنوان فلسفه بشارتی بیان میکنه صرفاً به خاطر کتاب انجیل. واو. کتاب انجیل رو میخونه، یک
انقلاب بزرگی در فکرش ایجاد میشه و به همین خاطر بود که حتی پسرش که یک مسلمان سرسختی بود میخواست اونو با دوستاش بکشه، از ایران فرار کردن و رفت، مولانا از ایران فرار کرد رفت به قونیه، الان در ترکیه است. بله من رفتم. بله مولانا میگه که زندانی مرگن همه خلق، یقین دان محبوس تو را از تک زندان نرهاند. تو زندان گناه هستی. چجوری میخوای؟ تو زنجیر گناه هستی. مولانا نه اینکه به مردم از نظر ارتباطی داره پیغام میده، از نظر دکترینی، از نظر الهیاتی هم داره پیغام میده. میگه که تو اگه با خدا وصلت نداری، پس در ملکوت شیطان هستی، در زندان شیطان هستی. مگه شیطان کلید زندان رو به تو میده که تو از اونجا بیای بیرون؟ نه. شیطان دوست آزادی رو دوست نداره. اگه به شیطان بگی که شیطان ما حالا 20 سال در زندان تو بودیم، حالا میخوایم بریم، شیطان میگه که کور خوندی. من به آزادی اعتقاد ندارم. بله. مولانا اینو داره میگه، میگه که تو در زندان هستی، تو چطور میتونی خودت رو آزاد کنی؟ فقط باید خدا بیاد تو رو آزاد کنه. این فقط در کتاب مقدس است. کی بیاد آزاد کنه؟ در همین دنیا. مولانا همین رو داره میگه، مثلا شهادتش رو اینطوری میگه، میگه ببخشید، چون ز بلاد کافری عشق مرا اسیر برد. از بلاد کافری، کافر، عشق کافر منو کشید. همچو روان عاشقان صاف و لطیف و ساده ام، من به شهی رسیدم، زلف خوشش کشیدم، جامه شه گرفتم، گرچه چنین پیادم. شهادتی است که من و شما داریم. بله. مولانا در موردش صحبت میکنه. بله. درست مثل مسیحی ها داره شهادت میده. چرا؟ چرا واقعا این عشق مسیح و فرهنگ مسیح رفت به عمق فارسی، فرهنگ فارسی زبانان؟ به خاطر اینکه مولانا، حافظ فهمیدن که مسیح هست که میتونه مواظب فرهنگی اونها. بله. باشه، مواظب زبان اونها باشه، اونها میتونن در زبان خودشون با خداوند صحبت کنن. درسته. به جای اینکه مجبور بشن زبانشون رو عوض کنن، نوشتنشون رو عوض کنن. اینها این چیزهای عجیبی هست که امروز ما اون شوق اشتیاق بزرگ را داریم که با ملت ایران صحبت کنیم، واقعا این عشق عظیم خودش رو بیارن. درسته. بیرون. و این عشق بود که در میان ایرانی ها رونق پیدا کرد. که در زمان قبل از اسلام حتی مسیحای ایرانی بودند که ارمنستان رو عوض کردن. بله. پیغام مسیح رو به چین بردن. دلیقا. امروز در میدان چین اسم مسیحیان ایرانی در چین هست. شکر. که اینا دوست داشتن که این عشق آسمانی رو با خودشون بردارن، به همه ملت ها بدن و حتی بعضی از اونها در این راه جان خودشون رو دادن. دقیقا. من اتفاقا این افتخار داشتم به ارمنستان برم و اونجایی که ما میگیم گریگور به فارسی، به در واقع دوستان ارمنی میگن، رو مشاهده کنیم. یک بارم در همین برنامه سیمای مسیح که امروز ما روز هفتم مینامیم، نشون دادم که تاریخچه رو که چطوری این شخص فارسی زبان بوده و این کار اتفاق افتاده. واقعا زیباست. یعنی من متاسفانه هیچ وقت، شما بچهای ما بین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب بودیم، با اشعار ایرانی ارتباط برقرار کردم. تقصیر خودم است، تقصیر هیچ کسی نیستش. ولی وقتی شما اینطور میگید واقعا هم لذت میبره. یعنی و بسیاری هستن که مثل شما این گونه معلومات رو دارن، این گونه میبینن و وقتی که با پیغام انجیل آشنا میشن، میبینن این دقیقا از پیغام نجات بخش، نجات دهنده ما عیسی مسیح. ما میدونیم که اجداد ما که زرتشتیان بودن، میدونیم که بعدها خلاصه به شکلای مذهب عوض شد و مملکت تحت تاثیر دیگران قرار گرفت، اینها این پیغامو از طریق کسانی که به اورشلیم آمده بودن و چگونگی روز پنتیکاست رو دیدن، مسیحی‌ها رو دیدن و ایمان آوردن به مسیح، برگشت به ایران. من میدونم شما ارادت خاصی به دین زرتشت دارید، حتی به زرتشتیات پیغامی که اونجا هست، میبینیم که چقدر بوی زیبای مسیح رو دوباره اونجا میشه در واقع دید و مشاهده کرد. بنابراین من فکر میکنم واقعا این یک در فرهنگ افغانی هم این وجود داره. افغانی ها از ایرانی ها جلوتر بودن. بله. دلیلش به خاطر این بود که افغان ها به وسیله دولت های مختلفی اداره شدند. دقیقاً. غربی ها در افغانستان بودند، چینی ها در افغانستان بودند. شما امروز نگاه میکنید واقعا افغانستان به این وضع تبدیل شده، صرفاً به خاطر این بود که افغان ها فرهنگ خودشونو فراموش کردند. بله.
به روشون فشار اومد که فراموش کنن. بله، چیزی که در انجیل وجود داره. من میدونم که دقایق بیشتر نداریم تا انتهای برنامه، میخوام از فرصت استفاده بکنم سوال آخرام بکنم که خب بعضی از شما که با سرگذشت شما آشنا میشن که شما از زمینه پیشینه اسلام خیلی مؤمن و حالا اسمشو بذاریم متعصب و سیاست اسلامی اومدید، که خیلی دوست دارم یک بار در یکی از برنامه‌هایی که فرصت وجود خواهد داشت شما خیلی راحتی عنوان کنید که چطور با آیت الله خمینی آشنا شدید و چه اتفاقی افتاد و به حال از اون دیدگاه میه زمان قبل از انقلاب. میدونم که با رژیم شاه هم همینطور مسائلی وجود داشت در جوانی شما، هنوز هم جوانید البته، و بعد از انقلاب حالا که با عشق و محبت مسیح آشنا شدید که در اشعار شما است، در پیغام شما است. من شما یک سیاستمدار مسیحی میدونم، شما خودتون میدونید در مسیحی های فارسی زبان سیاستمداری نداریم ما، من فکر کنم احتیاج هست اتفاقا، و به عنوان یک سیاستمدار مسیحی که از عشق و محبت مسیح صحبت میکنید و این در وجود شما است، در برخورد شما است، در پیغام و تعلیم شما است و بسیاری از اقوام مختلف از آفریقا گرفته تا آسیا و غیره و زالک از شما شنیدن و خیلی علاقه دارید که مردم مسیح ایمان بیارن، علاقه دارید که مردم مسیح رو بشناسن با ایمان به او، چطور میتونی یه همچین شخصی حالا تبدیل بشه به سفیر مسیح؟ من خودم چرا باید به شما گوش کنیم ما؟ دقیقا سوال خوبیه. من دوست دارم که واقعا مردم هر چیزی که دارن در مقابلش یک علامت سوال بگذارن. بله، که چرا؟ که اگه واقعا اون چرا رو اونجا بگذارند دیگه اون بدبختی هایی رو که من کشیده هم در گذشته نمی کشن. چون یکی ده از هموطنان ما میگن که تو یکی از اون خرابکن ها بودی. آره. دوستتون ندارن دیگه شما، چرا آره. یکی از اون خرابکن ها بودم به خاطر اینکه واقعا دوست داشتم کشور من ایران به اون آزادی که غرب داشته برسه یا آزادی واقعی و بهتر از اون حتی برسه. اون موقع مسلمان بودید؟ اون موقع مسلمان بودم، یه دانشجو بودم، دانشجو فوق العاده زرنگی بودم، حتی به من الفیان میگفتن، تمام نمره هام بالا بود، ولی یک دانشجوی زرنگ در تهران میره زیر پل حافظ میخوابه به خاطر بی بضاعتی خانوادهش و به خاطر اینکه کشور ایران یک کشور ثروتمندی بود و این باعث شد که من واقعا از حکومت ایران شاه بدبین بشم. بله. که یک یعنی اونطور میرفتم من بورسیه برای کشور خارج میگرفتم ولی من زیر پل حافظ بخوابم اینا. و بعدن هم اومدیم متاسفانه به خاطر ناآگاهی گرفتار وعده های خمینی شدیم که آره شما دموکراسی خواهید یافت و پول نفت به شما خواهد رسید، ملت ایران در اون به وضعیت خوبی خواهند رسید. جوان بودم، 25 سالم بود، 24 سالم بود، اطلاع عمقی از فلسفه سیاسی و اجتماعی اسلام که نداشتم که ببینم. بله، خب بعیدی بود که واقعا خمینی وعدش بی اساس بوده، فقط صرفا میخواست که شاه رو نابود کنه به خاطر اینکه با اسرائیل دست دوستی داده اینطور چیزها و یه سری چیزهای دیگه به حکومت برسه و اون ولای حکومت، چون به هر حال اسلام یک دین سیاسی هست، میخواد که به سیاست برسه، حکومت کنه. اینها زیاد در مورد اینا نبودیم و خمینی هم در مورد اونها صحبت نکرد، البته حتی گفت که من نمیخوام که به عنوان رئیس در اون کشور بشم. خب ما بهش اعتماد کردیم، ما هم گفتیم که این میاد درست میکنه، ولی به محض اینکه خدای من شاهد زندگی من نوشتم در کتاب خودم. بله. که بعد از 2 ماه نسبت به خمینی بدبین شدم من، چون تمام قوله هاشون برگشت، متوجه هستین؟ حالا چرا من به عنوان یک شخصی که اونجا اونطوری بودم امروز در مسیح صحبت میکنم و برای مسیح صحبت میکنم؟ به خاطر اینکه هیچ سیاستی مثل سیاست عیسی مسیح نیست. بله. مسیح به عنوان یک شخصیتی که به شما سیاست رو تعلیم میده اینطور میگه. بله. میگه که اون چیزی رو که به ضرر مردم هست پشت پرده پنهان نکن. مسیح دشمن انسان رو پشت پرده پنهان نمیکنه. متاسفانه خیلی از این سیاستمدارای غربی هم این کار رو میکنن، میان دشمن رو پشت پرده نگه میدارند و الان میبینیم که در غرب، شما گفتید که مثلا در انگلستان داره یک مسلمان میاد سر یک سرباز اونجا قتل میکنه، به خاطر بیلیاقتی سیاستمداران اون کشور هست که واقعا منافع شخصیشون هست و بیلیاقتی دانشیشون هست. واقعا اینو دارم میگم. که دانش از فرهنگ انسانها ندارند و دانش از زندگی یک مسلمان متعصب ندارند که واقعا. بله. شما
همون آزادی رو که به یک مسلمان صلح‌جو میدهید، همون آزادی رو به یک مسلمانی که تشنه خون مردم است میدهید، این بیدانشی انسان هاست واقعا. باید این مسلمانی که میاد به این کشور ازش سوال بشه که توی به این کشور اومدی، ما تو رو دعوت نکردیم، تو با قدم خودت اومدی اینجا، اومدی پس باید خودت رو تابع فرهنگ این جامعه بکنی. واقعا اگه فرهنگ این جامعه رو دوست نداری، خوش اومدی، ما میتونیم پول بلیتت هم بدی برگردی بری به کشور زندگی کنی. سیاست مسیح واقعا منو جذب کرد. مسیح میگه که آری شما آری باشه، نه شما نه باشه. دروغ مصلحت آمیز نگید، دروغ دروغ فرق نمی کنه. نه بگید، آری بگید اگه مردم شما رو دوست داره، داره نداره نداره. خب متوجه هستین؟ آمین آمین. من میدونم که خیلی چیزا مونده که ما بعد با مردم در میون بذاریم. میخوام از شما قول بگیرم که باز دوباره تشریف بیارید، ما از طریق این دوربین در خدمت بینندگانمون هستیم هر هفته. شادم گاهی وقتا از طریق اسکایپ حتی بتونید بیایید، خیلی خوب میشه اگر حضوری هم نباشه. دوستان اگر میخواید کتب دکتر شایسته داشته باشید به صورت انگلیسی، من متاسفانه نیاوردم با خودم، ما داریم در کلیسای خودمون، میتونید با همین شماره تلفن تماس بگیرید، یک مبلغی رو هست میپردازید براتون میفرستیم. اگر میخواید مقاله های ماهیانه دکتر ببینید، اگر میخواید مسابقه قبلی دکتر ببینید، به ویمیوی ما برید که در خدمتتون گذاشته شد و در واقع تمام آرشیو برنامه‌های ما بیشتر از 400 خورده فیلم الان در اینترنت موجوده، میتونید برید گوش کنید که بسیاری هم از دکتر شایسته هستن، تماشا کنید و به امید خدا بتونیم از اطلاعات و تجربیات که دکتر دارن و از طریق کاری که خدا در زندگیشون گرفته انجام داده، شما هم برکت بگیرید. امیدوارم که روز و شب بر شما خوش باشه. خیلی تشکر میکنم از دکتر شایسته و محبت مسیح با شما باشه. تا یه برنامه دیگه در همین شبکه از همین طریق، خدا شما رو به دسته خدا میسپارم. خدا نگهدار. خدا نگهدار.